سلام و شب بخیر میگم به همه دوستان عزیز قصه های نیمه شب. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزارم. امشب هم قرار یک داستان جذاب دیگه از قصه های مثنوی رو با هم بشنویم. اگر از داستان های من خوشتون اومده کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر شب با یک داستان جذاب دیگه همراهتون باشیم. حکایت زیاد روی در عبادت. روزی از روزها که مثلش فراوان، در زمانهای نچندان دور درویشان و صوفیانی بودند که دست از زندگی کشیده و چشمانشان را بر لذات دنیا و نعمتهایش بسته بودند. آنها بسیار خدا ترس بودند و به غیر از تلاش برای نزدیکی به خدای متعال هیچ کار دیگری انجام نمی دادند. آن درویشان زندگی و روزگار را بر خود سخت می گرفتند و رنج و سختی بسیاری می کشیدند تا بلکه قدمی به سوی خدا برداشته باشند. آنها از همسر و فرزند خود می گذشتند تا مزه نعمتهای دنیوی زیر دندانشان نرود که خدای نکرده باعث دوری از هدفشان نشود. اما از آنجایی که همه درویشان مثل هم نبودند، یکی از آنها بیش از بقیه به خود سختی می داد و دست از همه چیز شسته بود. درویش فکر می کرد راه زیادی تا رسیدن به خدا دارد. روزی تصمیم گرفت که به کوهساری دور از شهر و دیار خیش سفر کند و در آنجا ساکن شود. پس کوله بار خود را جمع کرد تا از شهرش برود. هرچه اطرافیان گفتند همینقدر عبادت کافی است و از پیش ما نرو به سخن آنها گوش نداد و در جواب گفت هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. دست و پا بی میل جنبان کی شود؟ خار و خس بی آب و بادی کی رود؟ من برای عبادت کردن ساخته شدم و با همه شما فرق دارم، پس باید به جایی بروم تا وسوسه دنیوی روح مرا آلوده نکند. با این سخنان دیگر کاری از دست اطرافیان ساخته نبود. پس درویش به راه افتاد و به سوی کوهسار حرکت کرد. درویش روزهای زیادی برای رسیدن به مکان مورد نظرش در راه بود و آذوقه کمی در اختیار داشت. اما بالاخره بعد از چند روز به کوهسار رسید و کوه را بالا رفت تا چشمش به قله روشن شد. درخت‌های پربار گلابی را در آنجا دید که به شکم گرسنه‌اش چشمک می‌زدند و دلربایی می‌کردند. درویش که تازه از راه رسیده بود و سختی‌های زیادی پیش رو داشت، نذر کرد که برای رضای خدا دست به گلابی‌های روی شاخه نزند و اگر خدا خواست و جریان باد یک گلابی را بر روی زمین انداخت از آن تناور کند. اما او نمی دانست که نباید بیهوده نذر کند و با خدا پیمان ببندد، چون این پیمانی را اصلا خدا از انسانها نخواست. از آن گذشته پیمان بستن با خدا و بر سر آن ماندن بسیار سخت است و کار هر کسی نیست. القصه روز اول با اینکه بسیار گرسنه بود به هر جان کندنی شد از سر گذران، اما غافل از این بود که دل مثل پر مرغان سبک بال است و هر لحظه به جایی می پرد و با هر بادی از جا کنده می شود. روز دوم رسید. از سر صبح که چشمش را باز کرد شکمش به قار و قور افتاده و توانش کم شده بود. در این گیر و دار هم شیطان ولکنش نبود و هی به سراغش می آمد. زین سبب فرمود استثناء کنید، گر خدا خواهد به پیمان برزنید. اما درویش استقامت کرد و درد لهیبی بر خود زد و گفت هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم. اگر به این زودی جلوی شیطان کم بیاورم و افسار عقلم را به او دهم، دیگر ایمانی برایم نمی ماند. غم کمبودها را بر دوش خود هم کنم. بالاخره آن روز هم گذشت و درویش تاب آورد و گرسنگی را نادیده گرفت. روز سوم فرا رسید و خورشید از بالای کوه شروع به تابیدن کرد. درویش تا چشمانش را باز کرد متوجه صدای شکمش شد که به قار و غور کردن افتاده بود. انگار این بار گرسنگی خیال نداشت دست از سر او برداره.
درویش نگاهی به آسمان کرد و گفت: انگار آسمان هم مانند شکمم با من لش کرده و خیال وزیدن ندارد. خدایا تو چاره‌ای بر سر راهم بگذار تا از این رنج رهایی یابم. سپس نگاهی به شکمش کرد و با صدای قار و قورش را شنید. در دل به خود با این نذر کردنش لعنت فرستاد. پس چرا ایمن شوی بر رأی دل، عهد بندی تا شوی آخر خجل؟ باد پر از هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. خلاصه روز سوم هم گذشت و درویش استقامت خود را مورد آزمایش قرار داد و سربلند بیرون آمد، اما به روز بعد خود شک داشت که آیا تحمل می کند یا یکی از گلابی ها را از روی درخت شکار می کند و می خورد. روز چهارم درویش در دل حسرت خورد که ای کاش روز فرا نمی رسید، اما حال که سرنوشت برای او نمی ایستد به خود قول داد که بازم مقاومت کند تا خدا خلوصش را به خدا ثابت کند. سپیده دم صدای شکمش او را از خواب بیدار کرد و آرامش را به کامش تلخ کرد. درویش با اینکه روی قول خود ایستاده، اما هرچه دشنام بود به خود داد که این چه نظری بود که کرده است. درویش تازه داشت می فهمید که انسان به غذا نیاز دارد و دلش هر لحظه میل چیزی می کند. او وقتی سیر باشد و شکمش پر و میلی به غذا نداشته باشد، برایش آسان است که عهد ببندد که دیگر لب به غذا نزند. اما وقتی گرسنه‌اش بشود، عهد و پیمان را از یاد می برد. روز چهارم هم نه به خوبی و خوشی بلکه با هر سختی که بود گذشت و پنج روزان باد امرودی نریخت. زاتش جوش صبوری می گریخت. بر سر شاخی مرودی چند دید، با صبری کرد و خود را واکشید. تا اینکه روز بعد که صبح از خواب برخاست، آسمان را ابری دید و دل خوش کرد که بالاخره سختی ها تمام شد و در آزمون خدا سربلند بیرون آمده و طعم موفقیت را که بیشتر از خوردن یک گلابی است می چشد. باد شروع به وزیدن گرفت و هر آن شدتش بیشتر و بیشتر می شد. تا اینکه باد جای خود را به طوفان داد، اما ای دل غافل، به جای اینکه باد میوه را از درخت بکند و به زمین بیاندازد، شاخه درخت را کش کرد و شاخه با میوه های آبدار آویزان جلوی چشم درویش خم شد. جوع و ضعف و قوت جذب غذا کرد زاهد را ز نظرش بیوفا. چون که از امرود بنه میوه شکست، گشتن در نظر و عهد خیش سست. میوه های آبدار و خوشمزه روی شاخه خم شده جلوی چشم های درویش به او چشمک میزد و دلبری میکرد. هر آدم عاقل دیگری هم که چه نظر کرده باشد و چه نکرده باشد، جای او بود همین کار را میکرد. هر آدم عاقل دیگری هم که چه نظر کرده باشد و چه نکرده باشد، جای او بود همین کار را میکرد. درویش که دیگر تا به گرسنگی نداشت، دست دراز کرد و یکی از گلابی ها را چید و خورد و دل سیری از عزا در آورد. همین که درویش گلابی را خورد، دوباره بادی وزیدن گرفت و یک عالمه از گلابی های روی شاخه بر زمین افتاد. درویش بیچاره که تان موقع به سختی خود را کنترل کرده بود، با دیدن گلابی های روی زمین از کار خود پشیمان شد. درویش بیچاره با بی خبر از همه جا و حالا افسوس نخور کی افسوس بخور. پس دامن غم را بغل گرفت و آه از نهادش برخاست. خدا که در آن بالا ناظر همه این اتفاقها بود، نتوانست چشمش را بر روی عهد شکنی درویش ببندد. هم در آن دم گوش مال حق رسید، چشم او بگشاد و گوش او کشید. حالا بشنوید از آن طرف ماجرا. در آن طرف قله پشت صخره ها، جایی که خیلی از اقامتگاه درویش دور نبود، محل استقرار دزدان و راهزنانی بود که به تازگی به کاروانی که بارش طلا و زر بود دست برد زده بودند. دزدان که حسابی دست پر بودند، به اقامتگاه خود آمدند تا اموال دزدیده شده را بین خود تقسیم کنند. 20 از دزدان بودند آنجا و بیش، بخش می کردن مسروقات خیش. اما بی خبر از اینکه کاروان دزد زده زرنگ‌تر از سارقان بودند و
آنها را دنبال کردند و استراحتگاه آنها را به محاصره خود درآوردند. شحنه از قماز آگه کرده بود. مردم شحنه پر افتادند زود. اهالی کاروان که از درستی نقشه حمله خود مطمئن شدند به سوی دزدان حمله کردند. دزدان از خدا بی خبر هم پا به فرار گذاشتند و به سوی اقامتگاه درویش دویدند. او هم که از همه چیز بی خبر بود ناخواسته داخل دزدان شد. کاروانیان که خوشگوتر را از عصبانیت با هم می سوزاندند، هرچه درویش فریاد زد که بی گناه است به گوششان نرفت که نرفت. کاروانیان بعد از دستگیر کردن همه دزدان دور هم جمع شدند و شورا تشکیل دادند و به این نتیجه رسیدند که دستها و پاهای آنان را قطع کنند تا دیگر کاروانی را وسط راه غافلگیر نکنند و اموالشان را به سرقت نبرند. هم بود آنجا پای چپ و دست راست جمله را ببرید و قوغایی بخواست. شحنه که مردی بیره بود وقتی نوبت به درویش رسید شمشیر خود را بالا برد و دست درویش را هدف گرفت. هرچه درویش بیچاره و فلک زده فریاد زد که من بیگناهم، من بیگناهم. کسی به حرف او گوش نکرد. درویش هم آنقدر هول شده بود که فراموش کرد واقعیت را بر زبان بیاورد. شحنه هم که دزدان و گناهکاران بسیاری را دیده بود گفت همه سارقان می گویند که بیگناهند، اما هر یک از آنها از دیگری بدترند. بعد شمشیر را بالا برد و دست زاهد هم بریده شد غلط، پاش را می خواست هم کردن سقط. همین که پایش را هم هدف گرفت تا با ضربه ای از بدن جدایش کند، مردی با اسب از راه رسید و با دیدن درویش گفت وای بر شما، دست نگه دارید، چه می کنید؟ این مرد بدبخت را من می شناسم، چرا دست او را قطع کردید؟ او که راه‌زن نیست، درویشی خداشناس و خداجوست و خلوتگزین، من او را خوب می شناسم. خدا از سر تقصیرات شما بگذرد که دست بیگناهی را بریده اید. شحنه که در برابر کار انجام شده قرار گرفته بود نمی دانست چه کند. دست قطع شده را که نمی شد دوخت و به صاحبش برگردان. پس به پای شیخ افتاد و شروع به زاری و التماس کرد. ای درویش، من را ببخش که خطا کردم. خاک بر سر من کنند که آن همه فریاد زدی که بی گناهی، من هم باور نکردم. آخر شما را چه به راه زنی؟ شما بین آنان چه می کردی؟ درویش که می دانست این اتفاقها و بلاها از کجا آب می خورد و این بلا از سوی خداوند برای شکستن عهد است که بر کف دستش گذاشته شد، گفت می دانم سبب این نیش را، می شناسم من گناه خیش را. من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او. من شکستم عهد و دانستم بد است، تا رسیدن شومی جرأت به دست. دست ما و پای ما و مغز و پوست، با دیوالی فدای حکم دوست. درویش به جلاد اطمینان داد که او را می بخشد و با پارچه دست بریده خود را بست و به اقامتگاه خود رفت. درویش که در راه عهد شکنی یک دستش را از دست داده بود، سالها بعد به درجه بالایی از ایمان و قرب به خدا رسید. اما دیگر پشت دستش را داغ کرد که از این نذرهایی که ادا کردنش سخت‌تر از توانش است نکند و در حد توانش در راه خدا تلاش کند. حکایت گربه های همسایه. روزی از روزها که مثلش فراوان زیر این سقف کبود، بعضی از آدم ها در کنار هم با خوشی و خرمی زندگی می کردن. اما بعضی های دیگر انگار طالعشان سیاه بود و در کنار هم می سوختند و می ساختند. کت خدای قسم از این دست آدم ها بود که با زنش خوشبخت نبود و فقط از ترس آبرویش با او زندگی می کرد. مرد بیچاره از گوشت و مرغ گرفته تا شیر آدمیزاد به خانه می آورد، اما زن قدر نشناس در یک وعده حرامش می کرد و هیچ وقت به فکر آیندهش نبود که نبود. در یکی از روزهای خدا چند نفر مهمان از شهری دور قصد سفر به خانه کت خدا کردند. کت خدا تا خبر را شنید نیم من گوشت تازه خرید و به خانه برد و به همسرش گفت
شب چند مهمان عزیز داریم. میخواهم این گوشت ها را آب گوشت کنی و هر چه در توان داری بر سفره بگذاری، زیرا مهمانان عزیزی هستند. سپس مرد بیچاره به دکان بازگشت و شروع به کار کرد تا بتواند خرج این زن بلخرج را بدهد. زن گوشت را از همسرش گرفت و بی اعتنا به سفارشات او آن را در گوشه ای از آشپزخانه رها کرد و چادر به سر به سمت در خانه رفت تا زنهای همسایه را دور هم جمع کند. وقتی زنهای همسایه به گفتگو نشستند و غیبت همسران و دوستان و آشنایان را آغاز کردند، دیگر تا ظهر هیچ کس از همسایه و فامیل نمانده بود که در موردش بدگویی نکرده باشد. یکی از زنها گفت: من گرسنه‌ام شده است. زن کت خدا، چیزی برای خوردن در خانه پیدا نمی شود؟ زنهای دیگر هم حرف او را تصدیق کردند و از صاحب خانه طلب غذا کردند. زن که چیزی جز گوشت در خانه نداشت و همه چیز را حیف و میل کرده بود، بلند شد و به آشپزخانه رفت و با سیخ و منقل و گوشت برگشت و شروع به خرد کردن گوشت کرد و زنهای همسایه هم شروع به سیخ کشیدن گوشت ها کردند و یکی دو نفر دیگر هم گوشت ها را روی آتش گذاشتند و کباب کردند. خلاصه در خانه کت خدا بزم و پایکوبی برپا بود و زن یک پارچ شربت را هم که داشت بر سر سفره آورد و زنهای دیگر خوردند و خندیدند. یک دفعه زن به هوش آمد و دید خبری از گوشت نیست و همه را کباب کرده و خورده اند و تازه فهمید که باید جواب کت خدا را چه بدهد. پس بهانه‌ای جور کرد و زنان همسایه را به خانه خودشان فرستاد و بر سر صندوقچه رفت و دید خاک بر سرش. هیچ پولی برایش باقی نمانده و همه را خرج کرده است. سپس به فکر دروغی افتاد که به شوهرش بگوید. منتظر شد تا کت خدا از راه برسد. وقتی کت خدا آمد، یک راست به آشپزخانه رفت و دید ای داد بیداد، از غذا بر روی اجاق خبری نیست که نیست. مرد گفتش گوشت کو، مهمان رسید، پیش مهمان لوت می باید کشید. زن رنگش پرید و در جواب کت خدا گفت من بدبخت کار خانه را انجام می دادم که صدای گربه همسایه آمد، تا رویم را برگرداندم دیدم گربه بی همه چیز همه گوشت ها را خورده است. کت خدای بیچاره که خسته از سر کار آمده بود و انتظار هر اتفاقی جز این را نداشت، یک نگاهی به گربه لاغر و بینوا انداخت. گفت ای بک ترازو را بیار، گربه را من برکشم من در عیار. زن که از دروغ خودش پشیمان شده بود اما راه برگشتن نداشت، به آشپزخانه رفت و ترازو را با خود آورد. گربه بیچاره که نیمن هم وزنش نبود، دروغ زن را آشکار کرد. زن شرمنده و خجالت زده از مردش معذرت خواست و قول داد بیشتر حواسش به زندگی باشد. کت خدا که با این همه بدی زنش، اما باز هم او را دوست داشت، بخشیدش را برای نصیحت به او گفت خاک بر سرزنی سر نشکند، آب را بر سرزنی سر نشکند. گر تو میخواهی که سر را بشکنی، آب را و خاک را بر هم زنی. سپس از خانه بیرون رفت تا دوباره گوشتی بخرد و غذایی برای مهمانانش دست و پا کند.